سلام به همه آبیا اس, اس تاجیا به کانال خودتون خوش اومدید ساعتی پیش قرعه کشی دور یک نهایی جام حذفی امسال انجام شد و معلوم شد که بعد به دیدار کی بریم بازیا جالبه 4 تاش بین لیگ برتری 8 تا تیم لیگ برتری به تیمای ضعیف خوردند خوردن 4 تا بازی هم اصلا لیگ برتری توش نیست دور یک نهایی جام حذفی امسال قرار 19 هم و 20 بهمن انجام بشه در حالی که فینال جام ملت های آسیا 21 بهمنه یعنی اگر ایران تا فینال رفته باشه باید بدون ملی پوشاشون تیمایی که زیر سه تا ملی پوش دارن به دیدار رقیباشون برن سپاهان و پرسپولیس چون بیشتر از سه تا بازیکن توی تیم ملی دارن قطعا بازیشون کنسل میشه تازه سپاهان بازیش با الهلال سه چهار روز بعد از فینال جام ملت‌ها ها خواهد بود بنابراین احتمال که بازی این تیم لغو بشه خیلی زیاده اما الان ببینیم بر اساس قرعه کشی که اتفاق افتاده چه بازیایی رو قراره توی دوره یک شانزدهم ببینیم جام حسی توی ایران تک حسیه رفت و برگشتی در کار نیست با قرعه مشخص میشه که کی میزبانه و بعد از اون دیگه حس میشه تیمی که مرحله تیمی که میوازه حس میشه و برنده مرحله بعدی میره و اگر این دور میزبان باشی دور بعد باید میهمان باشی مگر اینکه اون یکی تیمی هم که بالا اومده اونم میزبانی بوده که بالا اومده که دوباره قوره کشی بشه حالا اتفاقی که افتاده اینه که تیمای لیگ برتری هشتاشون به هم دیگه برخورد کردن و از 16 تا دو بازی دوره یک 16 هم چهار تاش کاملا لیگ برتریه که یکیشم هم مایی اولین و مهمترین بازی جام حذفی بین مصر رفسنجان و استقلال انجام میشه توی رفسنجان ما توی لیگ توی رفسنجان تونستیم مثل رفسنجان یکیچ ببریم و خاطره خوبی از رفسنجان داریم و الان هم که تو جام هستی باید بریم و رفسنجان بازی کنیم احتمال زیاد میتونیم مثل رفسنجان و ساکت الهامی رو ببریم البته اگر تیم ملی بالا رفته باشه تا نیمه نهایی و فینال رفته باشه احتمالا سید حسین و, و روزبر رو نداریم که کارمون رو یکم سخت میکنه چون هر دوشون بازیکنان فوق العاده تاثیرگذاری هستن البته بستگی داره که چه خریدایی رو هم انجام بدیم شاید مدافعی که گرفتیم حالا رافل سیلوا که هست شاید یه هافک دفاعی خیلی خوبم بگیریم و نبودن روزبه رو اونقدر اون روز احساس نکنیم اما استقلال یک از تیماییه که پس به تیم لیگ برتری خورده قطعا بهترین و به نظر من زیباترین بازی این دور بازی سپاهان و شمسازر خواهد بود شمسازری که تو آخرین بازی نیم فصل اول تونه سپاهان رو ببره و اون اتفاقات عجیب و غریب افتاد توی قزوین خیلی اسفانی ها منتظر بودن که به بازی برگشت برسن و به قولی حال شمسازری ها رو توی اسفهان بگیرن و این فرصت خیلی زود براشون اتفاق افتاده بازی سپاهان و شمسازر قراره توی اسفهان انجام بشه و سپاهانی ها یه فرصت دارن که خیلی زود قبل از هفته آخری که قراره با شمس بازی بکنن انتقامشون بگیرن و قطعا یه بازی فوق العاده جذابه اما احتمال زیاد این بازی با تاخیر انجام میشه تیمای لیگ برتری دیگه که به دیدار هم باید برن نساجی و آلمینیوم عراکم توی قائم شهر باید به دیدار هم برن و جالبه که تو لیگم توی قائم شهر بازی کردن اما آلمینیوم نساجی رو یکیچ برده بود و حالا این رقابتی که با هم دارن میتونه جالب بشه بازی دیگه بین هوادار و استقلال خوزستانه همین هفته آخره نیم فصل اول هوادار دو هیچ استقلال خوزستان رو تو تهران برد الان هم تو تهران میزبان استقلال خوزستان خواهد بود تو جام حسفی که خب بازی که من فکر میکنم هوادار شانس بیشتری برای بردن و رفتن به مرحله بعد داشته باشه و مسعود شجاعی این چهار تا بازی که گفتم بازی که هر دو طرفش لیگ برتریا بودن هشت تا تیمای لیگ برتری دو به دو با هم برخورد کردن اما هشت تاشون بعد با تیمای دسته های پایین تر بازی کنن و یکی از خوش شانسا مثل همیشه پرسپولیسه. پرسپولیس باید به ایدار نفت و گاز گچساران بره جالبه که اونم تو تهران اونم تیمی که تو لیگ آزادگان ششمه و 11 امتیاز با صدر جدول فاصله داره و هیچ شانسی برای صعود به, م... به لیگ برتر نداره و مربیشون هم پیروز بوربانیه. معمولا تو جام حذفی پرسپولیس قرعه خیلی خوبی براش میفته و الان از همین دور اولی که وارد قرعه کشی شده هم داریم این مسئله رو میبینیم بازی دیگه که خب تیم بزرگی قراره توش بازی بکنه تراکتوره تراکتور باید بره تالش و با چوکای تالشی بازی بکنه که الان دست دو بازی میکنه اونا سال پیش لیگ آزادگان بودن و آخر شدن و یه دستم هم افتادن پایینتر تر و مربیشون هم پژمان نوریه ملوان بندر انزلی میزبان شهر راز شیراز بعد باشه خب ملوان تارتار یک از تیمای بسیار خوب لیگ برتره و توی انزلی هم که واقعا یه دژ محکم دارن و احتمال بردشون فوق زیاده و الان هم باید میزبانی بکنن از تیمی که تو لیگ آزادگان هفتمه توی این بازی من فکر میکنم شانس ملوان برای سود کردن خیلی زیاد باشه تیم دیگه ای که از لیگ برتر باید با دسته پایین تر بازی کنه زوباهنه زوباهن ربیعی باید با آکادمی کیای تهران بازی بکنه آکادمی کیا همون تیمیه که مهدی مهدوی کیا ساختتشو یه تیم خیلی خیلی جوونه و میانگین سنی عجیب و غریب پایینی داره و فکر میکنم زوبا هم به راحتی بتونه این تیم رو ببره مگر اینکه اونا رو دست کم بگیره چون اگر دست کم بگیرنشون واقعا تیم خطرناکی میشن اونا دست دو بازی میکنن و هنوز حتی به لیگ آزادگانم نرسیدن تیم دیگه گلگوهر سیرجانی که بعد با نیکاپارس چالوس بازی کنه که اونا هم دست دویی هستن یعنی حتی تو لیگ آزادگان هم حضور ندارن و به نظر میاد که گلگوهر راه خیلی ساده ای رو داشته باشه که به جمع 16 تیم برتر برسه سند نفت آبادان توی آبادان میزبان آبی پوشان جنوب ملاسانیه که توی لیگ آزادگان 11 همن سند نفت الان سرمربی نداره و بعد از رفتن ویسی یه مقداری وضعیتشون به هم ریخته است اما خب قوره ساده ای براشون افتاده و باید ببینیم چه اتفاقی میفته توی مسابقه ای که دارن فولاد خوزستان توی اهواز میزبان چادرملو اردکانه که صد نشین لیگ آزادگانه و تیمیه که بیشترین شانس برای اومدن به لیگ برتر داره یکی از تیمای دوست داشتنی و قابل احترامه و قطعا بازیش با فولاد خوزستان بازی نزدیکی خواهد بود و آخرین تیم لیگ برتری هم که پیکان باشه میزبان ستارگان بهمن جوان تهرانه که تو لیگ دست دو بازی میکنن و یک از سعود به لیگ آزادگانن پس این هشتا تیم لیگ برتری با چند تا دست دوی بازی دارن که به نظر من جذابترین و نزدیکترین بازی میتونه بازی فولاد خوزستان و تیم اردکان باشه چهار تا از بازی دوره یک شونزده هم جوری قره کشی شد که اصلا توش لیگ برتری نیست بنابراین تو شونزده تایی برتر چهار تا تیم ضعیف هم که تو هیچ لیگ برتری هم بازی نمیکنن رو خواهیم داشت نیروی زمینی تهران که تو لیگ آزادگان پنجمه باید میزبان فجر سپاسی شیرازی باشه که تو لیگ لیگ آزادگان چهارمه و یکی از شانسای صعود به لیگ برتره لیگ آزادگان الان اگه جدولش رو نگاه بکنین چهار تا تیم برتر شانس زیادی دارن که به لیگ برتر راه پیدا بکنن و فجر سپاسی هم یکی از اون تیم‌هاست بنابراین این بازی میتونه بازی جذابی باشه بازی دیگه بین سایپا و پارس جنوبی جمعه سایپایی که یه زمانی قهرمان لیگ برتر شده بود الان داره دست دو بازی میکنه حتی تو لیگ آزادگان هم نیست و الان پارس جنوبی جمع هم توی لیگ آزادگان هشتمه پارس جنوبی هم یه زمانی لیگ برتر بازی میکرد اما دیگه شانسی برای اومدن به لیگ برتر امسال هم نداره بازی دیگه بین مس سونگون و شناورسازی قشمه که مس سونگون فکر میکنم توی لیگ آزادگان دهمه ده و شناور سازی هم داره توی دست دوم بازی میکنه و خب این یکی از اون بازیه که هر کدومشون بیان بالا قطعا تیما خوشحال میشن که دوره بعدی به یکی از این برنده این دو تیم بخورن چون که به نظر میاد برنده برنده ضعیفی باشه بازی دیگه و بازی آخر اون تیم شگفتی سازیه که توی جامعه هستی هنوز حضور داره اسمش هم سپنتای تربت هیدریه است که از لیگ استانی تا 32 تیم برتر ایران بالا اومده و میزبان مس کرمان خواهد بود مس کرمانی که تو لیگ آزادگان نهمه اگر سپنت های, های دری بتونه این بازی رو ببره و بیاد تو 16 تای برتر خیلی جالب میتونه باشه که اگر به سپاهان استقلال یا پرسپولیس بخوره یه ت... یه بازی جذاب خواهیم دید از یه تیمی که خیلی رده پایین تری داره با یکی از تیمای بزرگ که قبلا سابقه همچین بازی رو تو جام حسی داشتیم با توجه به قوره کشی که دو دور یک شانزده همه جامعه هسفی شد تقریبا برنده اکثر مسابقات از قبل معلومه مگر اینکه تیمای بزرگ تیمای کوچکتر رو دست کم بگیرن وگرنه یعنی اختلاف تیما به نظر من خیلی زیاده به غیر از سه چهار تا مسابقه که میتونه بازی های نزدیکی باشه شما فکر میکنین چه شگفتی توی جامعه هسفی تو این دور اتفاق بیفته چون من بازی ها رو که نگاه میکردم امکان شگفتی خیلی خیلی کمه یعنی مثلا حتی اگر فولاد خوزستان بیاد به تیم اردکان ببازه به نظر من شگفتی نیست فولاد جز تیمای تایجد ولی لیگ برتره از اون ورم اردکانی ها لیگ آزادگانن پس دو تا تیم تقریبا هم لول حساب میشن و اینکه اگر فولاد ببازه تو خونه خودش نمیتونه شگفتی باشه اما اگر مثلا یه تیم مثل چوکای تالش بتونه تراکتور رو هست کنه یا مثلا شهر راز شیراز بتونه ملوان رو تو انزلی هست بکنه اینا میتونه شگفتی باشه دوستانم شما پیش کنین که آیا شگفتی تو جامعه خواهیم داشت یا نه